به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. من پرویزیان به اتفاق همه همکارانم در خدمت شما هستیم. مدتی بود گله داشتید از شخص من که میگفتی چرا به موضوع بازار سرمایه نمیپردازی، چرا در مورد بورس صحبت نمیکنی، و حتی ما بارها گفتیم بالاخره شبکه و شخص مدیریت محترم شبکه توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه دارن و چندین برنامه رو از همون ابتدای صبح 8:30 صبح با برنامه پیشگشایش به بازار سرمایه میپردازند تا بعد از ظهر چندین برنامه را اختصاص دادند. اما چون شما درخواست کردید که چشم‌انداز هم به بازار سرمایه بپردازه، ما هم بررسی بازار سرمایه رو به ویژه با برنامه حمایتی جدید وزیر محترم اقتصاد که اخیراً اعلام شد در دستور کار رو قرار دادیم و با حضور کارشناسان امشب بهش میپردازیم. آقای دکتر سعدوندی سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر پرویزیان، سلام عرض میکنم خدمت میهمانان محترم این برنامه، دوستان عزیزم، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان شریفم، ایرانیان عزیز، در خدمت شما هستم. آقای دکتر، در همه جای دنیا از ابزارهای پولی و مالی پیشرفته استفاده میکنند. اوراق بدهی، از اوراق بدهی ساعتی بین بانکی وجود داره تا اوراق بدهی بلند مدت بدون زمان، و بر اساس نظریه‌های ساختار زمانی نرخ بهره دولت‌ها کار خودشون انجام میدن، بازار سرمایه هم کار خودشون انجام میده. کجای دنیا میان اوراق رو سرکوب میکنن، بعد میرن پول چاپ میکنن، خلق پول پایه میکنن، بعد از این طرف میگن نرخ بهره رو میاریم پایین که بازار سرمایه وقت به هم نریزه. حالا توی بازار سرمایه‌ای که یه حجم مبنا هم داریم و یه داستانای عجیب غریب دیگه هم داریم که توی هیچ بورسی تو دنیا وجود نداره، و از اون طرف یه سری فعالان حقوقی داری که اینا مثلا گفتای مردمه، یه دفعه صف خرید تشکیل میدن، یه دفعه صف فروش تشکیل میدن، یه سری سهامدار خوردن به تعبیر آقای دکتر سفاری 5 میلیون نفرن میمونن حاج و واش که بعد چیکار بکنن. در خدمت شما هستم آقای دکتر. خواهش میکنم، خدمت از بنده است. اولا تشکر میکنم، من بعد از مدت ها از حضرت عالی از برنامه محترم تقاضا داشتیم که در مورد بازار سرمایه برنامه رو داشته باشیم و نظرات مختلف و حتی متضاد فعالان بازار و اقتصاددانان در یک برنامه دوستان در کنار همدیگه قرار بگیرن و تضارب آرای صورت بگیره. شاید که در این تضارب آرا رشد و توسعه فکری بازار سرمایه شکل بگیره. آنچه که در ایران داره در بازار سرمایه انجام میشه به باور بنده قصه پرغصه است که نمونه است از سوء مدیریت اقتصادی که در سایر بخش‌های کشور هم ما شاهد بوده و شاهد هستیم. به عنوان مثال ما ابزارهایی در بازار سرمایه ایران داریم که این ابزارها کم کم جا افتادند و به عنوان واجب در نظر گرفته میشند. من حتی خدمت شما عرض کنم جناب دکتر پرویزیان، مردم عزیز ایران، که من چند روز پیش در یک جلسه شرکت داشتم، وقتی که انتقاد کردم از دامنه نوسان و حجم مبنا، یکی از اعضای اون جلسه رو کردن به من و پرسیدن که آیا در کشورهای پیشرفته، آیا در پیشرفته ترین بازار سرمایه دنیا وقتی که صفحه خرید یا صفحه فروش به وجود میاد آیا دولت کاری نمی کنه؟ یعنی باور بفرمایید که در ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه ما این هست که این چیزی که در ایران تحت عنوان بورس داریم در دنیا واقعا یک چنین بلبشوی وجود داره و بازارهای سرمایه بین‌المللی اینطور کار میکنند. تصور این عزیزان این هست که در بازارهای سرمایه دیگر هم در ساعت 8:45 دقیقه صبح به وقت نیویورک یا به وقت لندن یا به وقت توکیو به اعضای محترم کارگزاری ها و شرکت های حقوقی اجازه داده میشه و نزدیکان حقیقی این افراد اجازه داده میشه که سرخطی بگذارند و به ضرر بازار و به نفع خودشون در واقع معاملات رو شکل بدهند. باور بفرمایید که بنده که در بازارهای بین المللی حضور داشتم، در بازارهای مالی بین المللی، در نهادهای مشهور بین المللی بنده کار کردم، در همون بازارهای سرمایه‌شون، من تا امروز هیچ بازار سرمایه رو در دنیا سراغ ندارم که چنین اجهافهایی به مدت بیش از 10 سال ادامه پیدا کنه. امسال احتمالاً 18 یا 19 سالگرد فاجعه دامنه نوسان و حجم مبناست، و همیشه این فاجعه با این توجیه
در واقع تقویت شده و ماندگار شده که ما اگر اینها رو برداریم بازار سقوط میکند. من یک سوال دارم از خدمت عزیزانی که چنین بساط متاسفانه، بساط اجحاف به مردم و چپاول رو شکل دادن. من سوال اصلی هم این هست که آیا با این ابزارها توانستید بازار رو کنترل کنید یا نه؟ آیا با ابزار حجم مبنا و دامنه نوسان و سرخطی گذاری و چپاول مال ملت که هر روزی که بازار افتتاح می شود در ساعت 8:45 دقیقه متاسفانه بساط حرامخواری رو ما در بازار بورسمون داریم و کسی نیومده این رو مورد انتقاد جدی قرار بده؟ این باعث شرمندگی بنده است. بنده فقط اقتصاددان نیستم جناب دکتر پرویزیان، بنده فعال بازار سرمایه ایران هستم و شرمگینم نسبت به این بازار سرمایه، نسبت به این جوی که وجود داره. بنده عرق شرم روی پیشونیم جاری هست. بنده از مردم عزیز، از سرمایه گذاران خرد، از سهامداران خرد شرمنده هستم متاسفانه. و اینکه ما چنین ابزارهایی رو میریم به اسم ابزارهای علمی به مردم غالب میکنیم، مطلقا هیچ گونه پشتوانه علمی چنین ابزارهای متاسفانه نداره. ابزار دیگری که ما بعدها وقتی دیدیم دامنه نوسان و حجم مبنا به خوبی کار نمی کرد، به جای اینکه این ابزارها را متوقف کنیم، ما صندوق توسعه بازار، صندوق تثبیت بازار به وجود آوردیم. این هم از ابزارهای دیگری است که متاسفانه از بیت المال داره برداشت میشه، از حق و حقوق اون کارگر شهرداری داره برداشت میشه، از جیب مناطق محروم ما، سیستان و بلوچستان ما، بشاگرد ما، کوکیلیو بویر احمر، ایلام برداشته میشه، کردستان برداشته میشه، از جیب این افراد برداشته میشه که ما بخوایم بازار سرمایه رو تقویت کنیم. و من که خودم طرفدار بازار سرمایه هستم، بنده خودم که سرمایه گذاری کردم در این بازار سرمایه، بنده به یک بازار سرمایه شرافتمندانه و اخلاقی اعتقاد دارم. این نوع مسکنها، ما بیت المال رو اجحاف میکنیم، بیت المال رو متاسفانه تخریب میکنیم، فوقش یک مسکن 15 روزه، یک مسکن یک ماهه برای تقویت یک بازاری که اوور ولیو هست به وجود میاریم. چرا ما نمیریم؟ چرا فعالان بازار ما، چرا اقتصاددانان ما تلاش نمیکنند که یک بازار منسجم، یک بازار علمی داشته باشیم، یک بازاری که مایه آبرو برای کشور ما باشه؟ چرا نمیریم تلاش کنیم که سیاستهایی رو اجرا کنیم که به نفع بازار هست و برای همیشه وضعیت بازار رو تغییر میده، برای همیشه به رشد شکوفایی کشور در واقع کمک میکنه؟ چرا بازار سرمایه ما یک بازار ثانویه است که مرتبط نیست با بازار اولیه؟ چرا بازار سرمایه ما موجب افزایش سرمایه گذاری در کشور نشده؟ چرا 10 سال هست که نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما متاسفانه منفی است و این منفی متاسفانه ادامه داره؟ و ما آیا شما جناب دکتر پرویزیان تصور میکنید که حالا ما حقوقی ها رو 10 روز 20 روز 1 ماه دور یک میز بنشونیم که حالا مثلا شاخص رو کنترل کنن مشکل حل شد؟ من نمیگم نباید این کار انجام میشد، من نمیگم این ده بندی نباید اجرا میشد، این ده بندی باید اجرا میشد چون به بازار سرمایه بی توجهی شد، چون نداهایی هم از اون طرف چک گرفته بود که میگفتن که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی کار خودشو بکنه، به بازار سرمایه توجه نداشته باشه. کجای دنیا اینطوری برخورد میشه؟ با قطعا باید به بازار سرمایه هم توجه بشه، ولی باید به همه 85 میلیون آحاد مردم ایران توجه بشه. ما ببینید همین منابعی رو، همین 1 میلیارد دلار رو که از صندوق توسعه ملی برداشت کردیم که اصلا چنین چیزی مفهومی نداره. آیا ما 1 میلیارد دلار اومدیم دلاری سهم خریدیم؟ خیر، چنین چیزی نیست. ما از صندوق توسعه ملی برداشت میکنیم، در اختیار بانک مرکزی قرار میدیم، بانک مرکزی پایه پولی ایجاد میکند، با یک ضریب فزاینده 7 تا 8 تبدیل به تورم میشود، بعد ما این رو منتقل میکنیم به یک صندوقی که اندازه این صندوق مشخص نیست، شفافیت مطلقا وجود ندارد که مثلا چه شود. حتی توصیه شده، همین در همین ده بندی هم توصیه شده که اوراقی بفروشیم، مثلا 3000 میلیارد تومان اوراق بفروشیم که این اوراق رو بیاریم صرف صندوق تثبیت بکنیم. خب حالا ما این اوراق صرف صندوق تثبیت کردیم، جناب دکتر پرویزیان، جناب میهمانان محترم این برنامه، مردم شریف ایران، اندازه بازار سرمایه ما چقدره؟ 6 میلیون میلیارد تومان. اندازه این صندوق تثبیت چقدره؟ به 1% اندازه بازار نمیرسه. آیا واقعا با یک، شما میخواید با شیر آب جریان اقیانوس رو تغییر بدید؟
آخه تا حالا اتفاق افتاده در دنیا که ما دومیش باشیم؟ نمیشه، اتفاق نمیفته، اینها به نتیجه نخواهد رسید. بعضی از افراد میپرسن که خب اگر صندوق تثبیت نمیتواند به طور دائم بازار رو کنترل کنه و مشکلات رو حل کنه، پس چرا صندوق تثبیت به وجود آمده؟ من خدمت شما عرض میکنم، برای رانت‌پاشی به وجود آمده، برای عدم شفافیت به وجود آمده، برای اینکه فلان سهم خاص افزایش پیدا کنه به وجود آمده. این نوع ابزارها برای من عجیبه که ابزارهایی که به رانت می انجامه، ابزارهایی که به فساد می انجامه، بلا فاصله تصویب میشه، مثل ارز 4200 که تصویب شد متاسفانه هیچ وقتی که برداشته نخواهد شد، مثل ارز 7 تومن که سالیان سال در زمان جنگ ادامه پیدا کرد و با چه سختی حذف شد و با چه هزینه بالایی حذف شد. ابزارهایی رو ما به وجود میاریم که رانت به وجود میاره، فساد به وجود میاره، کارایی اقتصاد رو هم کاهش میدهد، در کوتاه مدت مسکنی هست ولی در بلند مدت شفافیت رو کاهش میده، در بلند مدت موجب میشه که منابع ثروت به سمت اشخاص خاص، به سمت حقوقی های خاص، به سمت حقیقی های خاص برود و نتیجه یک چنین بازار ناعادلانه چه خواهد بود؟ نتیجه چنین بازار ناعادلانه ای خواهد بود که یک سری افراد دور هم جمع میشن اسم خودشون میذارن فعال بازار، یک سری دیگه افراد هم دور هم جمع میشن این اسم خودشون میذارن حقوقی بازار و مردم توهی، از مردم توهی خواهد شد بازار، مردم بازار رو ترک خواهند کرد. ما یک در واقع پیشرفت بزرگی در 2 سال گذشته داشتیم که جمعیت میلیونی به سمت بازار هجوم آورد. خب ما بیایم از این در واقع فرصت استفاده کنیم، نه اینکه فرصت رو به تهدید تبدیل کنیم. آقای دکتر یک گروه از بازار رو فراموش کردین آقای دکتر، داشتین الان میگفتین یه گروه رو نگفتین، نمیدونم یادتون رفت نگفتین یا میخواین به صفحه شما حمله نکنن. یه گروهی هم هستن که تا صحبت میشه، حالا من نمیدونم چه اسمی براشون بذاریم، شروع میکنن به حمله کردن و به همه خلاصه الفاظ فارسی سخت به کار میبرند و هیچکم چی نمیدونن از اقتصاد و بورس، فقط اون عده میدونن. یه گروه هم هست، حالا نمیدونم اسمشون رو چی بذاریم آقای دکتر. خب ببینید صحبت همین هست، ببینید آخه ما ببینید یک برخورد علمی باید در این بازار شکل بگیره، افرادی که دلسوز هستن اینها باید تقویت بشن، اگر کسی فحاشی میکنه در هر سیستمی باید حذف بشه. این که ما با فحاشی سعی کنیم بازار رو حفظ کنیم، کجای دنیا اینطوری شاخص حفظ کردن؟ کجای دنیا؟ ببینید ما ادعا داریم یک کشور اسلامی هستیم، اساس اسلام هم اخلاق هست، این اخلاق باید حفظ بشه. متاسفانه میبینیم حفظ نمیشه و میبینیم جواب میده، میبینیم این فحاشی ها جواب میده، این توهین ها و حمله کردن ها جواب میده. مطلقا نباید چنین چیزی باشه. ما ببینید من در بازار، بزرگترین بازار سرمایه دنیا حضور داشتم، دقت فرمودید، یک چیزی برای اینها خیلی مهمه که اگر فعالی در این بازار بود که رفتار حرفه‌ای نداشت، اخلاق حرفه‌ای نداشت، همه بایکوتش میکنن، حذفش میکنن از بازار. الان بازار سرمایه ما اینطور هست که اگر کسی اخلاق حرفه‌ای داشت حذف میشود، اگر کسی علم بالاتر داشت، تجربه بیشتر داشت حذف میشود، دقت میفرمایید، و کسی که هیچ گونه تجربه‌ای نداشته، کسی که هزاران نفر، میلیون ها نفر رو، من افرادی رو میشناسم در بازار سرمایه بدون کوچکترین، یک آقای مثلا آقای دکتری هستند که اسم خودشون هم گذاشتن دکتر، در حالی که لیسانس دامداری دارن، ایشون اومدن یک سهام حمل و نقلی رو اومدن ترویج دادن، خب ده ها و صد ها هزار نفر این سهام رو خریدن و متضرر شدن. دقت می‌فرمایید، اینها باید اصلاح بشه. ما باید بریم به سمت اصلاح جدی ساختاری بازار، نه اینکه اصلاحات آرایش بهداشتی رو به بازار سرمایه هم در واقع تسری بدهیم. نه فقط اصلاحات آرایش بهداشتی رو داریم به بازار سرمایه تسری میدهیم، که متاسفانه فعال بازار ما خودش شده مبلغ اصلاحات آرایش بهداشتی. آخه مگر اندازه صندوق توسعه بازار، اندازه صندوق تثبیت بازار چقدر هست که بتونه این بازار رو کنترل کنه؟ بارها و بار هم منابع تزریق شده، بازار به مدت 2 هفته، 3 هفته، حد اکثر 1 ماه، 2 ماه رشد کرده، مجددا سقوط کرده. چرا فعالان بازار ما دور هم جمع نمیشن اعتراض کنن به این قیمت های دستوری، به این شرایط مخرب اقتصاد که مدت هاست ادامه داره؟ 50 ساله که ما قیمت گذاری داریم، 50 ساله به انهای مختلف سیاست های تعزیراتی داشتیم، نه فقط در کنترل تورم موفق نشدیم که این سیاست ها اتفاقا سیاست هایی است که خدایی نکرده در نهایت به ابر تورم می انجامد. فعال بورسی ما باید بدونه اگر از طریق ایجاد تورم سعی کرد بازار رو کنترل کنه، پس فردا بازار از تورم جا می ماند. دقیق می فهمه، اینا مشکلات اساسیه. شما ثروتی حتی به شما منتقل نخواهد شد.
به صورت ظاهری ممکنه به صورت اسمی بازار رشد کنه، در واقعیت این هست که اون کسی که در بازار میمونه در واقع متضرر خواهد شد. ما هدفمون این هست که سهامداران خود رو تقویت کنیم. ما هدفمون این هست که این افرادی که در سال گذشته به بازار اومدن، دقت بفرمایید، بسیاری از افراد اومدن مردم رو تهییج کردن، تشویق کردن، حتی گفتن ما داریم به در واقع به ندای حاکمیت، به ندای دولت داریم در واقع لبیک میگوییم، مردم رو تشویق کردن، در شاخص 2 میلیون، شاخص 8 میلیون رو مطرح میکردن. وقتی که بازار ریخت خودشون فروختن، به مردم گفتن صبر کنید، برنامه در 3 ماه گذاشتیم، گفتیم مردم صبر کنید، در شما باید بلند مدت سرمایه گذاری کنید. اون فردی که توصیه به سرمایه گذاری بلند مدت میکرد، آیا خودش هم بلند مدت سرمایه گذاری کرد؟ آیا توصیه کرد به سهامی که در بلند مدت برگرده و نتیجه بدهد؟ همین الان در همین بازار سرمایه ما سهامایی داریم که 20% 30% در طی 2-3 ماه گذشته ضرر دادن، ولی من مطمئنم که این سهام‌ها در آینده سود خواهند داد، چون از فاندامنتال و از بنیاد بسیار قوی برخوردار هستند. اما کسی که اومده امتحان خودش رو پس داده، بعد هم سعی میکنن با فحاشی، با توهین، متاسفانه با حتاکی وضعیت رو به نفع خودشون تغییر بدهند و متاسفانه در بازار هراس به وجود بیاورند. ببینید این بازار که اینطور سقوط کرد، هر وقت بازار اینطور سقوط بکنه معادل آتش هست، آتش باید خاموش بشه وگرنه کل بازار مثل ساختمان پلاسکو فرو میریزه. اگر از بنده بپرسید با این 10 بندی موافق هستید، من میگم در مقایسه با چه؟ با بیعملی گذشته قطعا با این 10 بندی موافق هستم. با آنچه که میتوانست از نظر علمی انجام بشود و بازار رو کاملا تحکیم کند، کاملا مستحکم کند، بنده با این 10 بند کاملا مخالف هستم. هر کدوم از این بندها رو نگاه کنید، به مراتب بهتر از این بندها رو میتوانستیم تنظیم کنیم. آقای دکتر سعدبندی، شما چرا مخالف صحبت های آقای دکتر صفاری هستید؟ بله دوستان عزیز، ببینید یک سری مفاهیمی مرتب در بازار ما در طی 2 سال گذشته تکرار شده و ببینید اگر من امروز با شفافیت، با صراحت کلام دارم صحبت میکنم، چون بارها و بارها و بارها پیشنهادهایی که در مورد بازار داده شده وضعیت بازار رو بدتر کرده، بهتر که نکرده. بالاخره شما هفته گذشته رو شاهد بودید، اگر این آتش خاموش نمیشد، حتی از بنده سوال پرسیدن، گفتن که تو همیشه مخالف کاهش نرخ بهره بودی، الان نظر چیه؟ عرض کردم الان ساختمان پلاسکوی آتش گرفت، اگر به دادش نرسید به فاجعه منجر میشه. هر چه که در ذهن سهامدار هست، هر چند که ممکن است کاملا نابجا و نادرست باشه، الان بهش برسید، اجرا کنید. ولی با سیاست‌های آرایشی بهداشتی مطمئن باشید که ما بازار سرمایه بالنده‌ای نخواهیم داشت. ببینید من مثالی میزنم از سیاست‌هایی که فعالان بازار زحمت کشیدن در طی 2 سال گذشته توصیه کردن که بازار به اون سمت حرکت کنه. یک نمونه که مثلا فعالان بازار همه به اتفاق، من برداشتم این بود شاید بالای 90% 95% افراد درخواست کردن از ریاست سازمان بورس که دامنه نوسان نامتقارن ایجاد کنه. رئیس سازمان بورس لبیک گفت به تقاضای فعالان بازار، دامنه نوسان نامتقارن ایجاد کرد. بعد ما دیدیم به فاجعه منجر شد. وقتی که اون زمان بنده هشدار میدادم به عنوان کسی که بالاخره تجربه ای دارم، اثر دلسوزی بنده هشدار میدادم، شما نمیدونید چقدر با بنده مخالفت شده، چقدر متاسفانه توهین صورت گرفته. خب این وضعیت بازار به اینجا میرسه. نکته دیگر، آقای دکتر، یه ارزیه به یه دلیل میارزید حالا دیگه، حداقل یه سری داده های اقتصادی فراهم کردن برای تحقیقات پیشرفته بازار سرمایه در دنیا، بیان بررسی بکنن ببینن ما چیکار کنیم، اگه از این کارا بکنن چه بلایی سرشون میاد. آخه جناب دکتر پرویزیان، دنیا 100 ساله که از این مسائل عبور کرده، دنیا 100 ساله که میدونه تعریف بازار سهام چیه، میدونه تعریف بازار سرمایه چیه، میدونه تعریف کارایی چیه، میدونه تعریف عدالت چیه. ما همه اینها رو نقض کردیم، با هم دیگه نقض میکنیم. مثال دیگه خدمتتون عرض کنم، خب وقتی بازار شروع کرد به پایین اومدن، 2 تا ابزار معرفی کردن، باور بفرمایید بجز بنده کسی در این بازار مخالفت نکرد، یکی بازارگردانی بود، یکی سهام خزانه بود. بنده عرض کردم این به فاجعه منجر خواهد شد. منابع وجوه نقد شرکت ها رو کامل تخلیه کردند، کامل تخلیه کردند. کجای دنیا شرکت رو مجبور میکنند وجوه نقدش رو در اختیار یک، حالا امیدوارم که تجربه داشته باشه این بازارگردان،
امیدوارم که سواد داشته باشه این بازارگردان، حتی اگر این هم بودش ربا بود. آخه ما کجای دنیا میشه منابع نقد ارزشمندی که میشد در سال گذشته در امسال صرف ایجاد اشتغال بشه، صرف سرمایه گذاری بشه، صرف طرح توسعه داخلی شرکت ها بشه، ما این منابع نقد رو خارج بکنیم به تقاضای تمام فعالان بازار. و ببینید سیاست گذار بازار با فعالان بازار در اتحاد با همدیگه این سیاست های مخرب رو اجرا کردن. متاسفانه من چه عرض کنم، ما اومدیم این بازارگردانی اجرا کردیم، هیچ کس مخالفت نکرد. منابع در دنیا اینطور هست. دقت بفرمایید، من یه توضیح برای بینندگان عزیز بدم. ببینید در دنیا بازارگردانی داریم، بازارگردان معمولا ضرر میدن، مثل کشور ما نیست همینجوری بازارگردان مرتب سود کنه شرکت ضرر بده. بازارگردان خودش موظف از منابع داخلی خودش اقدام به خرید و فروش کنه. حالا چون این فعالیت به شدت به نفع بازاره، چرا به نفع بازاره؟ به همون دلیلی که جناب آقای دکتر صفاری گفتند، ولی نمیدونم چرا نتیجه معکوس گرفتند. اگر در دنیا حجم معاملات اینقدر بالا هست به دلیل بازارگردانی و به دلیل معاملات الگوریتمی است. معاملات الگوریتمی نقدینگی رو در بازار افزایش میده، نقد پذیری رو افزایش میده، ریسک نقدینگی رو کاهش میده. دقیق میفرمایید این به نفع بازاره. منتها ما اومدیم به ابتذال میکشیم تجربیات ارزشمند جهانی رو در کشورمون به ابتذال میکشیم. در دنیا اینطوره، شرکت میره با یک شرکت تامین سرمایه قرارداد میبنده، معمولا تامین سرمایه خودش باید، یعنی همیشه خودش باید از منابع خودش بازارگردانی رو انجام بده و این بازارگردانی خرید و فروش رو در حدی انجام میده که اگر خریدار مطلقاً وجود نداشت بازارگردان وارد میشه و میخره، اگر فروشنده مطلقاً وجود نداشت بازارگردان وارد میشه و میفروشه. نه اینکه یک فردی بشینه اونجا به شرکت بگه پول بده میخوام سهام بخرم، سهام شرکت 80% ریخته، در 80% بالاتر تمام منابع نقد شرکت رو خارج کرده، به اسم شرکت سهام شرکت رو خریداری کرده یا سهام خزانه خریداری کرده. بعد میگیم که خب ببینید تعارض منافع خیلی جدی. کجا تعارض منافع؟ بازارگردان میگه به من مربوط نیست که، من میخواستم پولمو در بیارم، من از کارمزد و فعالیت و حق العمل بازارگردانی پول خودمو در آوردم، تموم شد. خب حالا شما ببینید این ده بندی که دوستان همه موافق هستند، اومده میگه که اگر سهام دولتی فروختیم باز یه پولی در بیاریم بذاریم اونجا که به هدر برود. این به جایی نخواهد رسید. این که ما مرتب تصورمون در بازار این هست که ما مرتب پول تزریق کنیم این بازار مرتب ضرر بده، این به جایی نخواهد رسید. بورس تبدیل شده به یک ماشین زیانده. میدونید جای دیگر ما داشتیم 30 ساله که نظام بانکی کشور زیانده هست. همینطور که 30 ساله نظام بانکی کشور زیانده شده الان متاسفانه بورس هم تبدیل شده به یک ماشین زیانده. خب ما میتونیم سالیان سال منابع ارزشمند نقدی شرکت ها رو در اختیار بورس قرار بدیم، مرتب شاخص رو ببریم بالا دوباره بیفته پایین. میتونیم از صندوق توسعه ملی برداریم تا تهش تا تموم بشه، مرتب برداریم پای پولی ایجاد کنیم در اختیار بورس قرار بدیم، دو روز بره بالا دوباره بیاد پایین. با این روش ها میتونیم کسری بودجه دولت رو تشدید کنیم، اوراق مثلا بفروشیم بیایم از اون سهام بخریم باز بره بالا بیاد پایین. همه اینها میتونست ارزشمند باشه به شرط اینکه قیمت گذاری دستوری نداشتیم. مثال میذارم خدمت شما جناب دکتر پرویزیان، من چند ماه پیش از بنده خواستن که چند سهام معرفی کنم، تعداد تقاضا خیلی زیاد شد، دعوت مردم خیلی زیاد شد که آقا شما به عنوان متخصص بیا سهام معرفی کن. بنده بررسی زیادی انجام دادم، چهار تا سهم معرفی کردم، یکی از سهم‌ها یک سهم صنعتی بود. خب این سهم رو معرفی کردم، چرا؟ برای اینکه مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی، در واقع مواد اولیه‌اش محصولات شرکت‌های پتروشیمی بود. بنابراین اگر شما یک سهم پتروشیمی خریداری می‌کنید، یک سهم صنعتی هم خریداری می‌کنید، اینها با هم دیگه به تعادل می‌رسن و دایورسیفیکیشن و تنوع بازار رو بالا می‌برن. اما فرض ما این بود که مثل گذشته حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری وجود داره، دولت سر موقع قیمت رو افزایش میده که شرکت ضرر نکنه، که شرکت مجبور نشه که در واقع کارگر خودشو اخراج کنه. جناب دکتر پرویزیان میدونید از زمان آغاز دولت چه اتفاقی افتاده؟ قیمت گذاری ها کامل متوقف شد.
کجای دنیا وقتی میخوان تورم رو کنترل کنن از طریق قیمت دستوری تورم رو کنترل میکنن؟ 50 سال ما به عنوان آزمایشگاه سیاست‌های شکست خورده اقتصادی دنیا از طریق قیمت گذاری دستوری سعی کردیم تورم رو کنترل کنیم و طولانی ترین و مزمن ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو ارائه کردیم. خب فرض کنید یک سال دیگه این قضیه ادامه پیدا کنه، الان اگر این بورس سقوط کرد، به درستی بورس سقوط کرد، چون دولت دست برده در منابع شرکت‌ها، چون دولت اجازه نمیده که شرکت‌ها آزادانه بتوانند منابع رو جذب کنند و اشتغال به وجود بیارن و رشد اقتصادی به وجود بیارن. نتیجه این سیاست در انتها چه خواهد شد؟ نتیجه این سیاست این خواهد شد که ما از یک تورم دیمند پول متکی بر خلق پول شروع کردیم، در نهایت شرکت‌ها ورشکست میشن، درآمد ملی کاهش پیدا میکنه، کارگران اخراج میشوند و در نهایت هم سرمایه گذار ضرر میکنه، هم سهامدار ضرر میکنه، هم کارگر ضرر میکنه و در نهایت کل کشور متاسفانه ضرر خواهد کرد. راهکارهایی که معمولا ارائه شده در این مدت راهکارهایی بوده که من به جرأت خدمت شما عرض میکنم، مثل همین راهکارهایی که اینجا ما در این بهبند داریم، راهکارهای موقتی، راهکارهای کوتاه مدت، راهکارهای آرایشی بهداشتی یا راهکارهایی که در نهایت به ضرر بازار هست. باز مثال میزنم خدمتتون، فرض کنید دولت بیاد صرفه جویی کنه. خیلی موافق هستم صرفه جویی کنه دولت، خیلی موافق هستم که دولت نحوه هزینه کردش رو تغییر بده، در جاهای سرمایه گذاری کنه که در واقع بازدهی بالاتری داره. ولی این توصیه که فعالان بازار ما دارن که مثلا دولت هزینه ها رو کاهش بده، یعنی مثلا کارمندان دولت رو اخراج کنه، خب اگر این اتفاق بیفته، خب عزیزان من، تقاضای کل کاهش پیدا میکنه با یک ضریب فزاینده، با ضریب فزاینده کینزی. اینجا دیگه ضریب فزاینده پولی نیست، اینجا ضریب تکاثر نیست، با ضریب فزاینده کینزی وضع اقتصاد بدتر خواهد شد، سوداوری شرکت ها بدتر خواهد شد، فروش شرکت ها بدتر خواهد شد. و در عرض یک سال این پیشنهادی که فعالان عزیز بورسی که هیچ آشنایی با سیاست گذاری اقتصاد کلان ندارن، این پیشنهادی که میفرمایند، در عرض یک سال شرکت های بورسی رو به خاک سیاه خواهند نشوند. یعنی به این سادگی اظهار نظر به این سادگی نیست. ما مثلا اومدیم از اوراق انتقاد میکنیم، عزیز من، بازار در اوج خودش 20000 میلیارد تومان در روز معامله انجام میشد، الان اگر 2000 میلیارد تومان اوراق داره معامله میشه، نسبت به اوج شما در نظر بگیریم میشه 1/10. اگر بازار اگر سهام رو مردم الان خرید و فروش نمیکنن، رکود در بازار سهام به وجود اومده، به خاطر اون سیاست هایی که در اون شرکت ها بوده، به خاطر سیاست های غلطی است که در سازمان بورس بوده، به خاطر همین اجحاف هایی است که به مردم شده، به خاطر سرخطیه، به خاطر فساد هایی که وجود داره، اینها اعتماد رو از بین برده، مردم معامله سهام انجام نمیدهند. دقیق میفرمایید، وقتی مردم معامله سهام انجام ندادن میرن به سمت بازارهای رقیب، خدا پدر اونی رو بیامرزه که میره اوراق میخره، بقیه که میرن پول از کشور خارج میکنن، میرن در کشورهای همسایه ملک میخرن. چرا ما این همه حجم بسیار بزرگی که منابع از بازار بورس در سال گذشته به سمت بازار کریپتو رفت و اتفاقا موجب شد بخشی از ضرر سهامداران خرد بورسی اتفاقا جبران بشه، چرا کسی اونجا رو نیومد ایراد بگیره؟ اینجا رو میاد ایراد میگیره که خریدار اوراق کاملا متفاوته با خریدار سهام. اینجا رو ما میایم ایراد میگیریم، اونجا رو ایراد نمیگیریم. یا توصیه دیگری که یک فعال دیگر بورسی داشت، در بوق و کرنا کرد که آقا اوراق نفروشید، بیاید سهام شرکت دولتی رو بفروشید. عزیز من، سهام شرکت دولتی رو بفروشیم، به طور مستقیم تیر شلیک کردیم در بازار بورس، بازاری که توانایی نداره یک عرضه اولیه ساده انجام بشه چون اعتماد از بین رفته. شما میخواید 500000 میلیارد تومان سهام دولتی عرضه بکنی، در حالی که این اوراق که عرضه شده، از متخصص، از بنده که متخصصم بپرسید، آقا وقایع گفته نمیشه، این اوراقو بانک خریده، در نهایت اضافه برداشت میکنه از بانک مرکزی، در نهایت با یک تأخیری همون سیاست افزایش پای پولیه. حالا ما بیان بگیم این اوراقو بانک اگر این اوراقو نمیخرید میومد سهام میخرید، کجای دنیا چنین چیزیه؟ بازاری که داره سقوط میکنه، چاقویی که داره میفته پایین، شما میری شکم میگیری زیرش؟ مطلقاً چنین اتفاقی نمیفته. سهامدار عاقل متوجه میشه اگر شما رشد رو به اقتصاد برگردوندی، اگر شما شرایط سرمایه گذاری رو مهیا کردی. همین مسئله که جناب دکتر صفاری میفرمایند در مورد اینکه میفرمایند که بازار بورس در سال گذشته افزایش سرمایه زیادی داشته. دو تا مسئله،
چند ماه طول میکشه این افزایش سرمایه در نهایت بشینه در حساب شرکت ها، سهامدار به سهام خودش از طریق افزایش سرمایه دست پیدا کنه. چرا اینقدر تأخیر وجود داره در این قضیه؟ چرا سازمان بورس حاضر نیست یک قدم در جهت اصلاح بر این کشور انجام بده که آبرویی نزد مردم، نزد خدای مردم یک آبرویی داشته باشیم؟ چرا باید این فرایند افزایش سرمایه اینقدر طول بکشه؟ این سوال اول. سوال دوم، این افزایش سرمایه که انجام شد چقدرش صرف طرحهای توسعه شد؟ من به عنوان فردی که از سال 71 در بازار بورس حضور داشتم به جرئت خدمت شما میگم تا حالا برای من اتفاق نیفتاده که این مقدار تعداد طرحهای توسعه در اون شرکت ها کم باشه. دقیق میفرمایید این دقیقاً آینه این هست که نرخ تشکیل سرمایه ما از سال 1390 تا امروز منفی بوده. همین سیاست های نادرست سازمان بورس، همین سیاست های نادرستی که همه دفعه متفق میشن همه میرن به سمت یک سمتی، باعث شد که متاسفانه منابع نقد داخلی شرکت ها تضعیف بشه، باعث شد فضای سرمایه گذاری آلوده بشه. و شما ملاحظه میفرمایید جناب دکتر پرویزیان، شما به درستی فرمودید در شرایطی که نرخ بهره ما منهای 20% و منهای 30% هست، ما سرمایه گذاری نداریم. حتی در این شرایط کسی حاضر نیست سرمایه گذاری بکنه. اگر شما میخواید از من بپرسید به عنوان متخصص خدمت شما عرض میکنم، این همه تسهیلاتی که ما در اختیار شرکت ها قرار میدیم، این تسهیلات کجا میره؟ در کشورهای دیگه تسهیلات وقتی قرار میدن در اختیار جامعه کجا میره؟ در کشورهای دیگه خدمت شما عرض میکنم بیش بین 30-40% تسهیلات بانکی به خریداران مسکن میرسه در کشورهای دیگه. در کشور ما 70-75% تسهیلات در اختیار شرکت ها به عنوان سرمایه در گردش قرار گرفته. میدونید یعنی چه؟ یعنی نظام بانکی برای احتکار کالا درون شرکت ها وام میدهد. دقیقا من رو ببینید چه سیستم فاجعه باری رو ما به وجود آوردیم. نظام بانکی ما به جای اینکه شرکت ها رو تشویق کنه که برن طرح توسعه داشته باشن، شرکت ها رو تشویق میکنه و با افتخار اینو اعلام میکنه که ما حجم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردشمون امسال مثلا 40% افزایش پیدا کرده. این یعنی حجم احتکار 40% افزایش پیدا کرده. چطور اون طرف احتکار رو محکوم میکنیم؟ این طرف تسهیلات در اختیار احتکار قرار میدیم. ولی اگر قرار باشه همین تسهیلات رو در جهت سرمایه گذاری، در جهت طرحهای توسعه در اون شرکت ها قرار بدیم، متاسفانه خودداری میکنیم و اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. من دعوت میکنم فعالان بازار رو یک مقدار عمیق تر بسنجند، فقط جلوی پا رو نبینند. اینکه ما پول بخوایم بریزیم داخل بازار، به جرئت خدمت شما عرض میخوام به جرأت خدمت شما عرض میکنم در کوتاه مدت اتفاقا لازم هم خواهد بود. این بحران هفته گذشته اتفاقا باید پول تزریق میشد و درست بود، کار درستی بود. در تمام بورس های دنیا به یک نحوی این قضیه انجام میشه. البته در بورس های در مدیریت موفق بحران باز هم میرن منابع نقد داخل شرکت ها رو تقویت میکنند. معکوس شما انجام دادیم. در بحران سال 2008 در امریکا فقط یک شرکت بیمه‌ای به نام AIG رو بیش از 80 میلیارد دلار به درون شرکت تزریق کردند، نه اینکه یک صندوق تثبیت و یک صندوق توسعه بازار به وجود بیاورند 80 میلیارد دلار برن سهم AIG رو بخرن. گفتن اگر AIG موفق بشود، سهمش هم موفق میشود، بازار سرمایه هم در نهایت موفق میشود. ما الان وضعیت سیاست گذاریمون این هست که میایم مثلا به از ترس اینکه مردم اعتراض نکنن گاز رو به مناطق مسکونی میدیم راحت، مشکلی نداره، گاز شرکت‌های تولیدی رو قطع می‌کنیم. خب این باعث میشه که اشتغال کاهش پیدا کنه، این باعث میشه رشد اقتصادی کاهش پیدا کنه. بعد میگیم چرا سیمان 23000 تومان نیست 40000 تومانه. دقیقاً همین طور تعطیل میشه، بعد میگیم چرا؟ بعد سهامش هم تو بازار به هم می‌ریزه. ببینید اون چیزی که فعال بازار باید روش تاکید کنه این قضیه است که ببینید همه تک تک 85 میلیون مردم عزیز ایران برای ما عزیز هستند، اما فعالیت‌های مختلف اقتصادی از نظر مولد بودن با هم متفاوت هست. اگر ما لیست کنیم سرمایه‌گذاری که پول خودش رو حمایت کرده از حاکمیت، حمایت کرده از اقتصاد کشورش، پولش اومده گذاشته در طبق اخلاص سرمایه گذاری کرده، این باید اولویت بالاتری داشته باشه نسبت به کسی که مشغول دلالی هست، مشغول آربیتراژ هست، قیمت میره خودرو از در کازینوی ملی خودرو رو از طریق، متاسفم که اینو عرض میکنم، از طریق بخت آزمایی در
صنعت خودرو رو دریافت میکنه میاد تو بازار آزاد میپوشه. من یک محاسباتی انجام دادم، حالا نمیخوام دقیق خدمتتون عرض کنم، بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان در طی این یک سالی که قرار سال آینده به ادعای وزیر سمت بازار خودرو به تعادل برسه، 50 تا 100 هزار میلیارد تومان اینجا ارزش بود که میتونست در اختیار شرکت تولیدی خودروی قرار بگیره، میتونست در اختیار شرکت تولید قطعات قرار بگیره، میتوانست در اختیار سهامدار قرار بگیره و به تقویت بازار سرمایه بیانجامد و میتوانست در اختیار دولت قرار بگیره و دولت مالیات بالاتری رو دریافت کنه. این اتفاق نیفتاده. ما از همه اینها، از دولت، از سهامدار، از کارگر، از مدیر مالی، از همه اینا ما داریم منابع رو دریافت میکنیم، در اختیار دلال قرار میدیم. بعد سال بعد میگیم چرا همه چی به هم ریخت. خب معلومه با این سیاست همه چی به هم میریزه. اگر من فقط بخوام یک پیام به سیاست گذار، یک پیام به فعال واقعی بازار داشته باشم، اینه که هر جایی که شما اثری از تفاوت قیمت ها دیدید، این تفاوت قیمت باید حذف بشه و این منابع باید به طور مدیریت شده در اختیار شرکت قرار بگیره. مثال میزنم خدمت شما، به شرکت های تولیدی ما اعلام میکنیم، میگیم شما قیمت خودرو رو دکتر ما یک دقیقه دیگه زمان داریم برای پایان صحبت های شما، چه صحبت های پایانی دو مهمان دیگر هم بشنوید. چشم من دیگه بنزه کافی صحبت کردم، فقط این یک نکته رو خدمت رو عرض کنم. با خودروسازی میتونه دولت قرارداد ببنده، بگه قیمت رو بازار آزاد بفروش، اما این 30-40% که داری قیمت رو افزایش میدی، اولا که اگر این کار انجام بشه دیگه شرکت خودروسازی انگیزه ای نداره که خودرو رو احتکار کنه در زمینهای حالا نزدیکیه. حالا من نمیخوام مثال بزنم شرکت های خودرو چه زمینهای بزرگی رو صرف احتکار خودرو کردن، دیگه انگیزه ای نداره. این خودرو به بازار عرضه میکنه، اولا قیمت مصرف کننده کاهش پیدا میکنه، بعد دولت میتونه بگه که برخی از تسهیلاتت که غیر جاری هست به نظام بانکی اونو پرداخت کن، پس وضع سهام بانکی بهتر میشه، برخی از این رو برو به سهامدار سود نقدی تقسیم کن، پس وضع سهامدار بهتر میشه، وضع بازار سرمایه بهتر میشه، بخشی از این رو داخل شرکت سرمایه گذاری کن که تولید افزایش پیدا کنه و بخشی از این رو به صورت مالیات به مردم بده. این سیاست ها میتونه کل اقتصاد رو نجات بده. آقای دکتر اینجوری که اینجوری نگران یه عده که رانت میبرند دادی رانتشون قطع میشه نیستید اون وقت؟ رانتشون قطع جناب دکتر پرویزیان، جناب دکتر پرویزیان، انشاءالله روزی برسه که ما در این کشورمون انشاءالله با کمک شما، با کمک جناب آقا بزرگی، جناب دکتر صفاری، همه عزیزان سهامدار، فعال، همه مردم عزیز ایران، ما تک تک این رانت‌ها، منابع این رانت‌ها باید حذف بشه، نه اینکه ما بازار سرمایه ما هم به دنبال رانت‌های جدید باشه. اتفاقا بازار سرمایه باید مخالف رانت باشه. اگر بازار سرمایه به دنبال رانت باشه، ممکنه که به صورت اسمی و نسبی، به صورت اسمی برنده باشه، ولی اگر شما به صورت واقعی بیاید در واقع محاسبه کنید، در نهایت به این نتیجه میرسید که همه متضرر خواهند شد. سپاسگزارم. جمله پایانی آقای دکتر سعدوندی هم بشنوید. من که عرض کردم به آقای خدمت جناب آقا بزرگی، ببینید در مورد اوراق که فرمودید، ببینید آخه بالاخره یک بحث علمی هست. اینکه میفرمایید دولت با حجم بسیار بالا اوراق منتشر کرده، به اندازه بازار سهام دقت بفرمایید، به اندازه تولید ناخالص ملی دقت بفرمایید، ببینید به حتی اندازه مقدار کسری بودجه که داشتیم، ببینید چقدر اوراق منتشر شده. ما اگر نتونیم واقعیت رو از شایعه و از ببینیم که همه با همدیگه صحبت رو بکنیم، بازم دلیل نمیشه درست باشه. من میدونم بالاخره از یه جای شک گرفت، یک شایعه مطرح شد، به اوراق خراسی انجامید، بعدم واقعا دولت واقعا انتشار اوراق رو متوقف کرد، بعد ما به جای اینکه انتشار اوراق رو مطرح کنیم رفتیم بازار ثانویه رو حقیقت نداشت، یعنی واقعا حقیقت نداشت. بسیاری از این مسائل که در واقع مطرح شده، یک روزی بود مثلا 100 میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود، فردی توییت کرد در تلگرام، شاید صدها هزار نفر این توییت رو دیدن، اعلام کرده بود 100 هزار میلیارد تومان امروز اوراق منتشر شد. ببینید 100 میلیارد تومان و اصلا اوراق منتشر نشده بود، بازار ثانویه بود. ببینید ما حقیقت بلندتر است از آسمان. ما تا وقتی که اصل موضوع رو روش دست نذاریم دچار مشکل میشیم. الان من یه مثال خدمت شما میزنم. الان مشکل جدی که بازار پیدا کرد این است که اورسازها، پتروشیمی هایی که اورساز بودند،
اینها دولت اومده دست گذاشته روشون، همون نکته‌ای که جناب آقا بزرگی هم به درستی می‌فرمایند که دولت میاد دخالت میکنه، دولت اومده دست گذاشته روی محصولشون، اینها محصول رو به کشاورز دادن، دولت قرار بوده که بخشی از قیمت اینو پرداخت کنه و پرداخت نکرده، اندازه چقدره؟ چند ده هزار میلیارد تومان. این شرکت ها سود شناسایی میکنن، سود واقعی نیست. سهامدارم آگاهه، میدونه که این سود سود واقعی نیست، میره میگرده در بین اوروسازا، اونی که سودش واقعی رو داره صادر میکنه اونو سهامشو میخره، اونی که داره در بازار داخل تقسیم میکنه پخش میکنه این محصولات رو، سهام اونو نمیخره، سهام اون داره میاد پایین. اگر دولت منابع نقد کافی داشت این بدهی‌ها رو باز پرداخت میکرد. وقتی ما در مورد اوراق صحبت میکنیم، اصل قضیه اوراق که اینقدر در دنیا مورد احترامه و در کشور ما متاسفانه به ابتذال و لجن کشیده شد، اصل قضیه اینه که بدهی غیر جاری و غیر سیال و غیر شفاف دولت تبدیل به بدهی جاری و سیال و شفاف بشود. کشور ما، در کشور ما چند دهه هست که دولت بدهی های خودشو به نظام بانکی باز پرداخت نکرده، هیچ وقت این بدهی ها رو پرداخت نکرده. از طریق اوراق امکان این وجود داره که اون بدهی‌های غیر جاری و غیر سیال و غیر شفافی که دولت به نظام بانکی داره، به پیمانکارها داره، به بقیه شرکت‌ها داره، اینها رو پرداخت کنه. نکته دیگه که خدمتتون باید عرض کنم، در دنیا شورای عالی بورسشون از 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر آدم مستقل تشکیل شده. نه فقط وزیر نباید حضور داشته باشه در شورای عالی بورس، نه فقط نماینده 30 ثانیه زمان دارید شورای عالی بورس در شورای عالی بورس حضور داشته باشه، نماینده نهادهای خود انتظام هم حق ندارن در شورای عالی بورس حضور داشته باشن. این یعنی تعارض منافع. آقا یک شورای عالی بورس مستقل ما به وجود بیاریم که منافع کل بازار سرمایه رو در نظر بگیره و سیاست گذاری انجام بده. ما اگر اون روشی که در این مدت در مورد شوراهای عالی پیش گرفتیم و بخوایم ادامه بدیم به هیچ جا نمیرسیم. در نظام بانکی، در بازار بورس اگر شورای عالی داریم، باید شورای عالی متخصصان مستقل باشه، نه نماینده نهادها، نه نماینده قوه قضاییه، نه نماینده مجلس، نه نماینده دولت. سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم از حضور هر سه مهمان.